گروهی از بانوان رضاکار در هرات به منظور کمک به زخمیان حملات انتحاری اخیر در کشور خون اهدا کردند. این بانوان حکومت را در امر تامین امنیت جان مردم ناموفق می‌خوانند. از سوی هم مسئولان در بیمارستان هرات می‌گویند تاکنون بیش از 8000 سیسی خون در این کمپان جمع‌آوری شده است. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر شهر هرات گواه چندین رویداد انفجاری بوده که در آن چندین تن از شهروندان زخم برداشتند. سلیم مقیمی گزارش می‌دهد. آمدند تا زندگی را نجات دهند. این چمار از بانوان رضاکار آستین بالا زدند و قصد دارند با اعدای خونشان به زخمیان رویدادهای انفجاری اخیر در کشور کمک کنند. این بانوان رضاکار سران حکومت را در تیررس انتقاداتشان قرار داده و میگویند سهل‌انگاری مسئولان حکومت یکی از عوامل افزایش خونریزی در کشور است. حوادث اخیر خونینی که در کشور ما رخ داده همگی باعث کمخونی در بین مردم ما شده. ما خواستیم با راه اندازی برنامه حس همدیگرپذیری و حس انسان دوستی در بین مردم تقویت بکنیم. دولت ما یکذر توجه به این معامله نداره. به خاطر همین خونی که بعضی از شرکت کنندگان می اهدا میکنن می از ما تقاضا دانی که همین کسایی که به این عملیات انتحاری خون ضرورت دارن از اون کسایی اهدا بشه. به خاطر از اینکه کشور ما کشور جهان سوم ما همیشه خون شهیدا روی زمین ریخته میشه، طوری که میدانیم در کابل هر روز و هر هفته ما تعداد زیادی قربانی میدیم. در کنار این شمار از بانوان، برخی از مردان نیز با اعدای خون قصد دارند زندگی افرادی که در حملات هراس افکنانه اخیر مجروح شدند را نجات دهند. این باشندگان از سران حکومت می‌خواهند تا مانع تلفات مردم بیگناه کشور شوند. حملات انتحاری و بعضی دیگر انفجارات و بعضی مشکلاتی که در افغانستان وجود داره وظیفه خود دیدیم و همچنان برادرایم که خدا خیر بده اینا وظیفه خود دیدیم که حداقل با ادای قطرات از خون خود بتوانیم عقلا تداوم بر زندگی هموطن خود بخشیده باشیم. جون یک هموطن خود، جون یک انسان نیازمنده، بالاخره نجات بدیم به قسمی و یه هم لحاظ انسانی کار خیلی خوبی است و هم لحاظ روی روانی برای خود ما. در این کارزار یک روزه بیش از 8000 سیسی خون جمع آوری شده است. به گفته مسئولان بانک خون مرکزی هرات، مقدار خون گردآوری شده برای باشندگانی که نیاز به خون دارند به ویژه مجروحان حوادث انتحاری به گونه رایگان اهدا می شود. خاطر اهدای خون طوری که دیدین در حدود همین فعلا که با شما مصاحبه می کنم 8000 سیسی خون اینو به 16 پاکت میشه اهدا کردن. امیده که پروسه بیشتر بشه. خصوص سرویس نسای ولدی ما که بیشترین مراجعین داره و بیشترین مصرف خون در شفاخانه یوزوی را داره میتونم از این خون استفاده بکنم و شما میفهمین که یک قطره خون حیات بخش و نجات بخش است برای انسان. باشندگان هرات توقعشان از حکومت وحدت ملی این است که مانع حملات انفجاری و انتحاری شود تا دیگر شهروندان کشور به خون نیازمند نباشند. سلیم مقیمی، آریانا نیوز، بیمارستان هرات.